آغاز میکنیم با آقای بلدی که هم امروز از همایش ایرانیانی که در هامبورگ از یک برنامه رو برگزار کردن میآیند و با ما هستن و با ما در این زمینه صحبت کنند. آقای بلدی بفرمایید. با عرض سلام به خدمت یکایک عزیزان و با آرزوی موفقیت برای مردم در صحنه میهنمان. ما در شهر هامبورگ روزای شنبه یک تظاهرات عمومی و کلی داریم و در بقیه روزها هم معمولا هفته سه شب یا چهار شب ما در برابر کنسولگری در واقع لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در اونجا جمع میشیم. امروز خوشبختانه بر اثر صحبت ها و گفتگوهایی که با شهرهای شمال آلمان شده بود، از 6 شهر شمال آلمان هم برمن و برمن هافن و از بزرگ شما اولدنبورگ و لوبک و کیل و اینها تعدادی از هموطنان ما به امروز در تظاهرات هامبورگ آماده بودن و این تظاهرات در مرکز شهر برگزار شد که چندین سخنرانی داشتیم به زبان آلمانی و همچنین به زبان فارسی و یکی از ایرانیانی که در هامبورگ نماینده مجلس هامبورگ هست ایشان هم شرکت داشتن و سخنان ایراد کردن. در مجموع حدود بیش از 1000 نفر در این تظاهرات شرکت داشتن. البته عده از ایرانی ها هم در تحسنی که در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی تقریبا حدود یک ماه که برقرار شده در اونجا بودن و در مجموع 1000 حدود ما در شهر هامبورگ امروز در تظاهرات بودیم. حدود 3 ساعت طول کشید و شعارهایی داده شد به حمایت از مبارزات مردم ایران و امیدواریم که این تظاهرات مجددا ادامه داشته باشه و ادامه خواهد داشت. و از کنم خدمت شما معمولا شبها هم از ساعت 6 تا 9 گاهی تا 10 شب ما در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی جمع میشیم و هم از متحسنینی که در اونجا هستن حمایت میکنیم و هم شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی سر میدهیم. خوشبختانه اون چیزی که در این تظاهرات به چشم میخوره اینه که تعداد جوانان بسیار بسیار چشمگیر هست و اتفاقا امروز دو تا از جوانان سخنرانی داشتن و جالب اینه که این جوانان در آلمان بزرگ شدن، در متولد ایران هستن ولی در اینجا مدرسه رفتن، در اینجا دانشگاه رفتن و در اینجا درس خواندن و همچنین تعداد زنان به مراتب بیشتر از مردان هست و این نشانگر این هست که این نهضت و این جنبشی که جنبش انقلابی که در ایران وجود آمده در خارج از کشور هم در پیشاپیش آن زنهای ما حضور دارند. به امید پیروزی اگر پرسشی هست در این مورد من در خدمت حاضرم.